آیا هویت یک توهمه؟ یعنی آیا چیزی به اسم من وجود داره یا اینکه این همش توهمه؟ نه، من یک فکر کنم جوابشو دادم قبلا. من یک پدیده ساختار مغز هستش که ساختارشو گفتم دیگه قبلا، که از ببخشید از شبکه، از همون شیار بین‌آهیانه شروع میشه. ساختارشو گفتم قبلا در یکی از جوابهای همون امروز. آیا اون درک از ذهن هست؟ نه، فرق نداره با هویت. نه، هویت آیدنتیتی آدم هست که از وجود خودش داره، اون ادراک منه، ادراک نفس هستش. حالا هویت ها میتونه انواع و اقسام داشته باشه. راجع به هر ویژگی آدم، آدم میتونه یه هویتی داشته باشه. مثلا تمایلاتی که به انواع و اقسام چیزا داره میتونه هویت بهش بده. ولی هویت همون ادراک نفس آدم هستش. پس من سوالم چیزی که فرق داره، دلیلی که به نظر من درک از این که من یک موجودی هستم که داره فکر میکنه، درک این با وجود داشتن هویت به این دلیل به نظر من فرق داره، اینه که هویت یک چیز ثابتی. یعنی حتی اگه من قبول بکنم که بله من یک موجودی هستم که داره فکر میکنه و من میتونم اینو درک بکنم، این به خودی خودش هویت رو توجیه نمیکنه، چون که هیچ چیز واحدی وجود نداره. مثلا اینکه من همون کسی هستم که آرمین 3 ساله بود، هیچ چیزی اینو توجیه نمیکنه که بگیم اینا درفتش یک موجوده. برای همین من دارم میپرسم که حتی اگه ممکنه که بله من یک ذهن دارم و من درک میکنم که یه موجودی هست که فکر میکنه، ولی این وجود داشتن هویت و بله به نظر میرسه شما راجع به فرنوسپشن دارین صحبت میکنید. به فرنوسپشن یا ادراک ذهنی همون چیزی هستش که دکارت و مخصوصا گمراهش کرد، که من فکر میکنم پس من یک هویت دارم، یک موجودی هستم. درسته؟ مقصودتون این هستش؟ من یعنی مقصودم اینه که این دوتا باید فرق داره. ببین بله، فرنوسپشن با ادراک نفس دوتا چیز مختلف هستن. فرنوسپشن ادراکی هستش که مغز از محصولات خودش میسازه، میتونه منم یکیش هستش ادراک من، ولی اون ادراک ذهنی که از محصولات خودش میسازه، که همون چیزی بود که دکارت گفت من فکر میکنم پس من هستم، پس من یه هویتی دارم، پس به خاطر که فکر دارم میکنم، این فرنوسپشن هستش که در واقع ادراکی هستش که از محصولات خود مغز در اثر تفکر، تخیل، تصور، که ارتباط خیلی مستقیمی با محرکات درون خطی نداره، بلکه ارتباط داره در نهایت اگر بگردین همه ریشه هاشون بالاخره از همون احساسات اکستروسپشن و انتروسپشن میاد. ولی این هویت نیستش، این در واقع فرنوسپشن هستش، یعنی ادراک ذهنی، ادراکی که از تفکراتتون دارین، تخیلاتتون دارین، و همون هستش که بوانی هم اینو بیانش کرد و به نتیجه رسید که پس ما باید یک ماهیت دوگانه‌ای در وجودمون باشه. اینو فکر میکنم این با هویت فرق داره. این فرنوسپشن هستش که اون ادراکی که شما از تفکرات خودتون دارین یا از هر چیزی که ظاهرا از بیرون نمیاد و از توی مغزتون سرچشمه گرفته، این با هویتی که از جسمتون دارین و ادراک من هست فرق داره. پس ادراک منه، ادراک نفسه، مربوط به جسمتون هست و احتیاج داره که احساسات جسمی واردش بشه، در حالی که این فرنوسپشنه یا هویت فکریتون، این دیگه محصول خود مغز هست. در پس زمینش هم اون ادراک منه باشه، یعنی حتما هستش که اگر او ادراک منه به هم بخوره، شما نمیدونین این شمایی دارین فکر میکنین، یا مثل بعضی ها فکر کنین که این فکر شما به شما وحی رسیده یا از آسمون آمده یا از جای دیگه آمده. من یه جوری دیگه اینو بپرسم، به عبارت دیگه من دارم یه سوالی که دارم اینه که من وقتی به خودم میگم من
و یه کسی عکس بچگی منو نشونم میده و من میگم این من بودم، این حرف اشتباهی هست، بخاطر اینکه هیچ چیزی ما با هم، چیزی که من الان بهش میگم من و چیزی که اون بچه بوده، هیچ چیزی با هم، هیچ اشتراکی با هم ندارن هیچ چیز. و مثلا برای همین تنها دلیلی که مثلا کسایی که خدا باورن میان میگن که مثلا ما روحمون یکی بوده و برای همین جفتمون یکی. بله. اجازه بدین اون مرا براتون بگم. گفتم که ادراک منه یه ادراک من لحظه‌ای هست، یه ادراک من گسترده یا من پیوسته هست. شما حافظه از اون عکسی که بهتون نشون میدادن دارین، اگر عکس یکی دیگر رو بهتون نشون بدن دیگه حافظه اونو ندارین، و وقتی که مغز عکستون رو نگاه میکنین مغزتون دسترسی پیدا میکنه از اطلاعاتی که از اون منه در هنگام اون عکس داره، و به طور پیوسته شما میتونین پی ببرین که اون هست. ولی آقای دکتر، آخه اگه اینجوری باشه معنیش اینه که اگه من یادم نباشه بچگی ما، اون وقت میگیم پس این من نبودم، ولی یادم باشه بچگی ما، اون وقت میشه من بودم. شما اگر یه هسته هست به اسم هسته پستانی یا مامیلاری بادی، اگر اونو از دست بدین که گاهی مثلا در الکولیکا از آسیب میبینه یا کمبود ویتامین ب، حالا اون وقت اگر عکستون رو بهتون نشون بدن دیگه نمیتونین تشخیصش بدین. پس اینم به یه ساختمان مغز هستش، بایستی مغزتون بتونه دسترسی پیدا کنه به هویت‌هایی که یا به ادراکاتی که یا به اون ادراکات منی که در گذشته داشته. حالا اگر هسته پستانی که در انتهای فورنیکستون هست و از اون طریق با هیپوکامپتون و از طریق هیپوکامپ با قشر مغزتون تماس پیدا میکنه و میتونه این تصویر اون عکس رو در ذهنتون فرایندش کنه و متصلش کنه به بچگی شما، اگر این در این ساختمون در هر جایش آسیب وارد بشه، مخصوصا هسته پستانی، اون وقت دیگه اصلا نمیتونین اونو بدین شما بگید. ولی اگه هیچ آسیبی وارد نشه، من فقط یادم نیاد بچگیمو، آیا اون وقت این دیگه نمیتونم بگم که این منم، این من بودم؟ شما یعنی خاطرتون از بین رفته باشه؟ بله یادم نیست. اگر خاطرتون از بین رفته باشه پس یه آسیبی در مغزتون هستش. نه آخه زیر 4 سالگی رو خیلی یادش نیست. بله کاملا درسته. نه ببینید تا 5-6 سالگی 50% نورون‌های مغز از بین میره و خاطرات تصریحی اپیزودیک از بین میرن. یعنی مثلا اتفاقاتی که برای شما افتادین مثلا پاتون رو شکستین ولی 3 ساله بودین، این به یادتون نمیاد، ولی تصریحی ها یا ایمپلیسیت ها باقی میمونه. یعنی شما زبانی که در سن 1-2 سالگی یاد گرفتین همیشه باقی میمونه، و تصویر خودتون اگر یه عکس یه نوزادی رو بهتون نشون بدن و اون موقعی باشه که شما ادراک خودتون که در 18 ماهگی ظاهر میشه که میتونین خودتون رو تشخیص بدین، اگر قبل از اون باشه دیگه نمیتونین خودتون رو تشخیص بدین. ولی بعد از 18 ماهگی یه ادراکی آدم خودش رو میتونه در آینه تشخیص بده، و از همون موقع هستش که ادراک منم ایجاد میشه. پس به این جد اگر عکسی به شما نشون بدن که مثلا 2 ساله هستین، هنوزم میتونین خودتون رو تشخیص بدین. ولی اگر 18 ماهگی کمتر باشه، معمولا دیگه آدم نمیتونه یه نوزادی رو تشخیص بده که خودش هستش. ولی این تشخیص تصویر عکس آدم خودش یک حافظه تلویحی هستش، ایمپلیسیته، اتفاقی نیستش که برای آدم افتاده باشه، بلکه به طور بی اراده ای بدون اینکه قصد آدم بکنه اینا در مغزش خود به خود شکل گرفته. به این جد اگر عکس شما رو نشون بدن قبل از 18 ماهگی تشخیصش نمیدین، ولی بعد از 18 ماهگی که کم کم این ادراک منه آدم خودش رو دیگه میتونه در آینه تشخیص بده، بعدا اگر عکسش هم گرفته باشن و این عکس رو بعدا هم نشون داده باشن که این تو بودی، اون وقت میتونید تشخیص بدید. ولی قبل از اگر نوزاد باشین به هیچ عنوان نمیتونید تشخیص بدید. بابک ممنون.
سوالی قاسم پرسیده آیا میتوان چیپی روی مغز کار گذاشت که بتوان از طریق چیپ به اینترنت وصل بشیم و دسترسی به کل اطلاعات شبکه داشته باشیم؟ من واقعا اطلاع زیادی از این چیزا ندارم. برگردیم به همون چیزی که الان هستیم، فکر میکنم سوال کنید. چیپس ها رو برای دارن تجربه میکنن، مثلا یکی سکته کرده، مثلا قشر حرکتیش آسیب دیده، دارن تحقیق میکنن که شاید بشه از طریق الکترونیکی این قشر آسیب دیده رو بخشای دیگه ایش رو تحریک کرد، شاید بشه حرکت مریض رو برگردون، ولی از این پیچیده تر امکان نداره. ببینید چیزی به صورت یک فیلمی، به صورت یک بایگانی منسجمی، اینا در مغز نیستش. اینا وقتی که قش جلو پیشانی محتاج هستش که یک یاده گذشته ای رو بیاره، یک دستور میفرسته و اینا رو دوباره فعال میکنه و یک خلاصه خیلی خیلی کوچیکی از اتفاقات گذشته یا از حافظه ها به ذهنش در اختیار خودش قرار میده و اینا رو استفاده میکنه. جایی در مغز نیست یا کاری نمیشه کرد که مغز رو تحریکش کرد و این داده های پیچیده یا حافظه های ما یا خاطراتمون رو دوباره اینا رو به دست آورد. اینا وقتی که مغز لازم دارتشون خودش یک کاری میکنه و به صورت یک موج الکتریکی به صورت خیلی خلاصه از اونا در اختیار میذاره. مثلا من اگر بگم به شما الان مادرتون رو به خاطر بیارین، شما نمیتونین همه خاطراتی که از مادرتون دارین در یه لحظه بیارین، یه تصویر خیلی جزئی از چهره مادرتون مثلا بیشترم در یه حالت خونسایی به ذهنتون میاد، بیشتر از اینم لازم ندارین وقتی که میخوان راجع به مادرتون فکر کنید یا جواب بدید. به این جد این که بشه مغز رو تحریکش کرد و حافظه ها رو در آورد یا محتوای بسیار پیچیده ایشو شکل داد، چنین چیزی امکان نداره، مگر اینکه خود مغز احتیاج داشته باشه و بتونه اینا رو تا حدی که لازم داره به صورت یک جزوه خیلی خلاصه به صورت دستورالعمل در اختیار خودش قرار بده.